خب دوستان عزیز و گرامی، خیلی خوشحال هستیم که در خدمت شما دوستان عزیز و هنر دوستان گرامی هستیم. حرکت بعدی رو که میخوام برای شما عزیزان نشون بدم، یکی از قدیمی ترین حرکت های آذربایجانی هست که خیلی طرفدار داره و ما خودمونم خیلی دوستش داریم و در ژانرهای خیلی مختلفی انجام میده. با 4 شماره معمولا این حرکت انجام میشه. میخوام این حرکت رو با همدیگه انجام بدیم و مهمترین نکته پای این حرکت است. ببینید، ما عموماً حرکت هامون رو یا با پای راست شروع میکنیم، عموماً غالب بر 99% حرکت هامون، مگر اینکه استثناءاتی وجود داشته باشه با پای چپ مجبور باشیم شروع کنیم، یا اگر حرکت برای ما مهم هست به سمت راست این حرکت ها رو انجام میدیم. درست؟ خب این حرکت هم جزو حرکت هایی هستش که جهت حرکت یعنی اولویت و تقدم با سمت راست هست در ما، چه به لحاظ حرکتی چه به لحاظ پا، یعنی انجام دادن حرکت با پا. پس این هم مستثنا از اون حرکت هایی هست نیست که دارای جهت هستن. خب انجام میدیم این حرکت رو، چون جهت راست برای ما مهمه پس شروع میکنیم با پای چپ. اما برای شروع کردن پای چپ، پای راستمون رو به صورت 90 درجه و پای چپمون رو، یعنی پاشنه پامون میخوره به گودی کف پامون، درسته؟ یه زاویه 90 درجه روی زمین رو میسازیم، خیلی راحت. حالا تنها ترین کاری که میکنید، پای چپتون رو میارید جلو. چقدر؟ تا اونجایی که از زمین جدا نشه، نوک شست پاتون روی زمین بمونه. سینه، لگن کلن به سمتی که پنجه پای تکیگاه رو یا راستمون داره بهش نگاه میکنه یا به همون جهت هست. درست؟ حالا میخواییم حرکت بکنیم. حرکت ما در 4 شماره است. شماره 1مون به، اگر شما خودتون در یک اتاق مربع فرض کنید، حرکت شماره 1مون میخوره به این ضلع اتاق، حرکت شماره 2مون به این ضلع، شماره 3 و شماره 4 و مجدداً شروع از همین ضلع با پای دیگر. چجوری؟ خیلی راحت. پس شد پای را، شما در مرکز یک مربع خودتون تصور بفرمایید، پای راستمون رو به صورت 90 درجه و چپ قائم بر پای تکیگاه قرار میدیم و میاریمش جلو. این شماره 1. حالا میخوایم بریم شماره 2. اول از زمین به صورت نیم دایره تا نقطه‌ای که ما بهتون گفتیم شماره 2 رو پای متحرکمون میره، پای تکیگاه مقداری میاد روی پنجه و میپیچه که این زاویه 90 درجه رو مجدداً درست بکنه. فقط به این شرط ما میتونیم که پنجه روی زمین بمونه و پاشنه بچرخه. اصلا نمیتونیم کل پا یا روی پا، پاشنه پا رو بچرخونیم. حتما یک کوچولو اگر از اینجا مشخصه، یک کوچولو میایم بالا و میچرخونیم به 90 درجه که اینجا منظور. اما این دوتا حرکت، رفتن پا و چرخیدنش، یک شماره حساب میشه. این حرکت رو خیلی نرم باید انجام بدید تا قدتون بالا پایین نشه. اگر دقت کنید ببینید، این میشه 1 2 3 4. یه نکته دیگر هم هست، ما نباید این پامون رو اینجوری بگیریم، باعث میشه باسن ما از اینجا بیاد بیرون. یه مقدار شمای قضیه ما زیاد جالب دیده نمیشه. پس ما وقتی میخوایم پامون رو به جلو بلند بکنیم، بیاریم جلو، حتما روی پا به سقف، یعنی سقف و روی پا در یک جهت قرار میگیرن، در یک موازات قرار میگیرن. درست؟ پس هیچگاه تلاش نکنید تا نوک انگشته از بغلش بذارید روی زمین. نه، این کار یعنی شمای خوبی رو در بر نخواهد گرفت. یک بار دیگه انجام میدیم. از همین جایی که ایستادم 0
فقط کافیه پای تکیگاهمون که راست هست رو بچرخونیم روی پنجه و پاشنه رو آزاد میکنیم، خیلی پیچ کوچولو که این 90 درجه درست بشه. یک بار دیگه انجام میدیم از همون جایی که وایستادیم. یک، دو، سه، خیلی نرم، 4 و به پشت میبندیم، 5. 5 رو ما نمیشموریم اینجا، همون 4 شماره برای ما کافی است. یک بار دیگه انجام میدیم، 1، 2، 3، 4 و بسته. حالا پای بعدی، 1، 2، 3، 4 و تمام. حالا باز هم میگم پاز بفرمایید، از اول مجددا خودتون تمرین کنید تا زمانی که این حرکت ها برای شما جا افتاده بشه. حالا میخوایم با دست این حرکت رو انجام بدیم. دست های بسیار مختلف برای این حرکت انجام، ولی قدیمی ترین و اصلی ترین دستی که ما برای شما در نظر گرفتیم دست ساده هست. این دست رو اگر از کنار من بخوام برای شما نشون بدم، این دست هست. این دست یادتون میاد دیگه، اگر این دست یادتون هست، نصف همون دسته، دست بعدی از آرنج فقط 4 انگشت، فقط 4 انگشت به پشت سر، پشت برآمدگی سر. تصور بفرمایید یه کلاه سرتون هست، کلاه آذربایجانی، بای پاپاق بهش میگن، بای پاپاق، کلاه آذربایجانی سرتون هست و 4 انگشت کناره کلاهتون رو لمس میکنه و داخل کف دستتون خالی است و تا اونجایی که میتونید آرنجتون رو به بالا بگیرید، نه پایین، قشنگ باز. یعنی این میشه، یعنی اگر این بود این میشه. خب حرکت رو با دست انجام میدیم، از جایی که وایستادیم شروع میکنیم، 5، 6، 7، 8، 1. عرض کردم خدمتتون سینه، لگن، پایی که تکیگاه هست به دیواری که برای شما گفتیم پیش فرض، تا اون مربعی که گفتیم فرض میکنید به اصطلاح نقطه شماره 2 ما میشه در این مربع، درسته؟ که بعدا میخواییم بریم تو اون نقطه 2. سینه و لگن و روی پای تکیگاه همشون به اون نقطه، اما سر و دست ها به نقطه شماره 1، 1، 2، 3، 4 تمام. دقت کنیم وقتی تمام، هنوز دستمون رو ما عوض نکردیم. حالا تو شماره 1 برای جهت چپ میشه 1، 2، 3، 4 تمام. 1، 2، 3، 4 تمام. 1، 2، 3، 4 و فراموش نفرمایید چشم ها نوک انگشت هامون رو نظاره میکنن با چشم، هیچ جای دیگر نباید نگاه کنید. خب این حرکت رو با موسیقی انجام میدیم.